اوتار ظریف بابا چشتی، محبوب دلهای این روزها. چرا که من از نسل از اولادهای حضرت ابراهیم علیه السلام هستم. هر کسی که دست خود به دست من بدهد، این چنین هست که دست خود را به دست امام حسین داده است، دست خود را به دست حضرت علی علیه السلام داده است. این الهام الهی است که به من شده است. فقط کافی هست که صبح نام مرا در روز بخونید و هر مشکل شما نیز دور می شود و نیز جنت و بهشت از آن شما می شود. زامن بهشت من هستم. هر کسی که مورید من بشود و خداوند آن را به بهشت جاودان داخل می کند، این الهام الهی هست. هر کسی که دست خود را به دست من بدهد، آتش جهنم بر آن آرام می شود و وارد بهشت الهی می شود. سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. در این روزها بعضی افراد گمراه و جادوگر را می‌بینیم که در لباس پیر و بزرگ و امام در پسوند نامشان از واژه اوتار استفاده کرده و مردم جاهل و نادان را فریب داده می‌روند، که یکی از آنها شخصی به نام اوتار ظریف بابا چشتی می‌باشد. راستش این که این فرد در هندوستان زندگی می کند و خود را اوتار خطاب می کند. در ارتباط به این واژه تحقیقاتی داشته ایم و اصلیت این فرد را برایتان معرفی می نماییم. قبل از اینکه روی اصل موضوع برویم، نخست می خواهیم تعریفی از اوتار داشته باشیم. واژه اوتار یا آواتار به معنی حلول رب النوع است و در دین هندوها اوتار عبارت از تجسد مادی خدایان از آسمان به زمین می باشد. اگر ساده بگوییم، اوتار یا اوتار به معنی حلول خدا در قالب انسانی و یا حتی در دین هندوها در قالب حیوانات هم امکان پذیر است. در دین هندویزم آغاز اوتار با خدایی به نام ویشنو آغاز می شود. در کتابشان آمده است که ویشنو خواب بود و در این هنگام از نافش گل لاتوس جوان زد و از آن خدای برهما، خدای خلق کننده و خدای شیوا، خدای نابود کننده به وجود آمد. هنگامی که ویشنو خواست زمین را دیدار کند، پس او در جسم نوع انسان و حیوانات حلول نمود و بعد از آن از زمین دیدار کردند. خب، این داستان را به این خاطر یادآور شدم تا مفهوم و اصل و ریشه ی اوتار را بدانید که از کجا مأخذ شده است. حال میایم این که چرا یک تعداد جادوگران در پسوند نامشان از واژه ی اوتار استفاده می کنند. استعمال واژه ی اوتار در دین هندویزم ریشه مذهبی و تاریخی دارد. آنها به این باورند که خدایشان ویشنو و شیوا در هر زمان در جسم انسان و یا حیوان حلول کرده به حیث اوتار برای رفع مشکلاتشان در زمین ظهور می کند. آیا تا به حال در این چند قرن اخیر کدام اوتار در هندوستان ظهور کرده است؟ جواب بله. اوتارهای مشهور که در بین هندوها ظهور کرده است، یکی از آنها سای بابای شیردی در قرن 19 می باشد که او یک فرد عادی در بین مسلمانان و هندوها بود. به خاطر اینکه حرفهای خوب می زد، محبوبیت پیدا کرد و در طول زندگی خود و نیز پس از آن هندو یا مسلمان بودنش نامعلوم باقی ماند و آموزش‌های سای بابا با عناصر و آیینی از هندویزم و اسلام ترکیب شده بود و او آیین هندویزم و اسلام و تصوف را با هم آمیخته بود و همیشه می گفت به من ایمان داشته باشید، دعای شما حتما پاسخ داده خواهد شد، و همیشه می گفت خدا مالک است. بعد از اولین بار
معبد سای بابا در کودل در سال 1922 ساخته شد و آهسته آهسته جنبش سای بابا در کشورهای مثل نپال، هندوستان، کانادا، آمریکا، استرالیا، امارات متحده عربی، مالزی و انگلستان گسترش یافت. هندوها او را یکی از اوتارشان می دانند. جالب اینجاست که هر دو مسلمان و هندوهای هندوستان برای طلب حاجتشان از او استدعا می کنند. بعد از وفات سای بابا، فرد دیگری به نام ساتیا سای بابا ظهور کرد و او ادعا می کرد که سای بابا در من حلول کرده است، یعنی اوتار او هستم، و برای اثبات ادعایشان برای فریب مردم از سحر و ساحری و شیاطین استفاده می کرد و هر روز یک تخم طلایی را از دهانشان در محضر عام بیرون می آوردند. خب حال روی اصل موضوع بیاییم. امروز فردی به نام اوتار ظریف بابا، خواجه سید ظریف چشتی، در بین مردم سخت غوغا برپا کرده است و سخت طبقه پایین، جاهل و نادان مردم جامعه را هدف قرار داده می رود. او ادعا دارد گویا او یک فردی است با گرفتن نامش مشکلات آن فرد دیگر رفع می شود، در حالی که اینها همه ایشان یک ریشه دارد. ظریف بابا، سای بابا، ستایا بابا همه ایشان در پی فریب مردم هستند و اینها عقاید کفری هندویزم را در بین مردم ترویج می دهند. اینها تصادفی خود را اوتار نگفتند، بلکه استفاده از این واژه در هندوستان و میان هندوها بسیار مقدس است. ظریف بابا هم مثل سای بابا و ستایا بابا می خواهد از طریق این ادعای خرافیش در میان هندوها و مسلمانهای جاهل مقام تصاحب نماید. اینها را ببینید، همه ایشان یکسان لباس می پوشند، یکسان حرف می زنند، یکسان ادعای قدرت و تصرفات را می کنند. در هندوستان ادعای چنین مقام بسیار آسان می باشد. در یکی از ویدیوهای اوتار ظریف بابا او ادعا می کند که سای بابا در خوابم الهام کرد که ظریف بابا برو و بشریت را از بلاها و مشکلات و گرفتاری ها نجات بده. اینها همه عقاید خرافی هندویزم را در قالب اسلام یک جا خلط نموده و در میان مردم به نام طریقه و روش پخش می کنند و با این عملشان مردم را گمراه می کنند. اینها همه هندواند، همه ایشان دارای عقاید کفری هندویزم می باشند. اینها خود را اوتار می گویند، یعنی خود را وشنو و شیوا در چهره خودشان می گویند. خلاصه این که خود را خدا می گویند، مدعیان که خدا در وجود اینها حلول کرده و اینکه شما ظریف بابا را میبینید گویا که خدا را میبینید. ظریف بابا مثل سای بابا و ستایا بابا معتقد به حلول خدا در وجودشانند. اینها طبق عقاید هندویزم خدای هندوها هستند. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.